د ولسی جرګې د نننۍ ورځې جناب رئیس صاحب په پارلماني چارو کې د دولت ښاغلی مرستیال معاون صاحبانو د کمیسیونونو محترمو رئیسانو د اداري هیئت اعضاو او ټولو معززو وکیل صاحبانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د خوشحالی او افتخار ځای ده چې د اساسي قانون د 99 ماده پر اساس د 1399 مالی کال بودیجې د ولسی جرګې محترمو وکیل صاحبانو ته وړاندې کوم. د 1399 ملي کال بودیجه په داسې حال کې د ولسی جرګې محترم مجلس ته وړاندې کیږي چې خوشبختانه د ښه حکومتداري زیربنایي فعالیتونو او په انکشافي او اقتصادي برخو کې د یو شمیر پرمختګونو شاهدان یو چې وروسته ستاسو حضور ته په مختصر توګه وړاندې کوم. د افغانستان حکومت د عامه مالی چارو په برخه کې شفافیت او حسابدهي ته متحد دی او د ملي منابعو مدیریت زموږ له هغو مهمو مسؤلیتونو څخه دی چې حکومت په جدي توګه ورته پاملرنه کړی. د حکومت لخوا راټول شوی عواید او د نړیوالو شریکانو لخوا مالی مرستو ټول د افغانستان د خلکو هغه سرچینې دی چې حکومت یې باید د اساسي مسؤلیت په توګه په پوره امانتدارۍ، شفافیت او مؤثریت سره مصرف کړي تر څو موږ د دغو منابعو د سرمایو په هکله اطمینان ترلاسه کړو او په هغو برخو کې ولګول شي چې د افغانستان خلکو ته تر ټولو ډیره ګټه ورسوي. وکیل صاحبان معزز، به امین ملحوظ حکومت در سال مالی 1397 اصلاحات قابل ملاحظه را در ترتیب و ارائه بودجه ملی روی دست گرفته است. سند بودجه ملی 1397 معلومات بیشتر و بهتر را در مورد تخصیص منابع در سکتورهای مختلف و عواید داخلی و خارجی به صورت تفصیلی در مطابقت با معیارهای بین المللی ارائه می نماید. حکومت نه تنها یک بودجه ملی واعد را ارائه می نماید بلکه بر علاوه بودجه عادی و انکشافی را به تصنیف کودهای اقتصادی و وظایف و تقسیمات ولایتی پیشکش می نماید. در ضمن شرح تفصیل بودجه به اساس وزارت، ولایت، برنامه ها و پروژه ها نیز ارائه گردیده است. حکومت به این عقیده است که مسئله ملت سازی نیاز به یک دیدگاه بودجوی آینده نگر دارد. بنابراین بودجه مالی سال 1397 و 3 سال دیگر با معرفی چارچوب میان مدت مصارف ارائه گردیده است که در واقع تصویر جامع از آینده امور مالی کشور را انعکاس می‌دهد. اصلاح دیگری در بودجه که باعث افزایش شفافیت و اعتبار آن می‌گردد نیز مد نظر گرفته شده است. حکومت اطلاعات سالهای قبل را درباره بودجه ارائه نموده تا زمینه را برای تحلیل و تجزیه آنچه در دهه گذشته از نظر سرمایه گذاری عامه صورت گرفته است برای شما فراهم نماید. همچنان شرح خطرات مالی، قرضه های مشروط و دارایی ها در بودجه انعکاس داده شده است که این شرح شامل وضاحت درباره خطرات احتمالی بودجه بوده و در این مورد در روزهای آینده با شما به صورت تفصیلی صحبت خواهد شد. تمام این اقدامات در راستای کاهش فساد و تدوین بودجه به عنوان ابزار مؤثر جهت رسیدن به انکشاف ملی روی دست گرفته شده است. در سالهای بعدی باید کارهای بیشتر انجام داده شود، اما حکومت در این بودجه گامهای مؤثری را در مسیر تأمین مالی پایدار در حال و آینده روی دست گرفته است. با اساس پالیسی خودکفایی بودجه ملی باید با در نظر داشت منابع و امکانات مالی خود ما تمویل گردد تا به صورت تدریجی از تمویل توسط منابع خارجی رهایی یابیم. خلاصه فعالیت ها و دستاورد های عمده حکومت در امور مالی و اقتصادی در سال گذشته را خدمت شما به شرح ذیل ارائه می دارم. رشد 25% عواید داخلی
از 122 میلیارد افغانی در سال 1394 به 152.5 میلیارد افغانی در سال 1396 که افزودی 30 میلیارد افغانی را نشان می‌دهد. این در حال است که در سال 1393 وقتی حکومت وحدت ملی به میان آمد، جمع‌آوری عواید ملی ما زیر 100 میلیارد افغانی بود. بهبود فیصدی مصارف بودجه انکشافی با مقایسه سال گذشته. برای شما خبر خوشی است که مصرف بودجه ما در اخیر میزان سال گذشته 33 فیصد بود، ولی اخیر میزان امسال مصرف بودجه ما نشان می‌دهد که 42 فیصد رسیده. بهبود در تجارت، تعهدات ترانزیت منطقوی مانند ایجاد دهلیز هوایی بین هند و افغانستان و نیز تلاش در ایجاد همچو دهلیزها با کشورهای خلیج، تسهیلات مسیر ترانزیتی و تجارتی با ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و چین. تفاهمنامه ایجاد دهلیز راه لاجورد که طی هفته گذشته در اشقابات به امضا رسید و با عملی شدن آن افغانستان با ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و سایر کشورهای منطقه و اروپا وصل خواهد شد. افغانستان اولین کشور است که کار تدارکات کاسا 1000 را تکمیل نموده و سایر آمادگی ها در داخل کشور به مقایسه 3 کشور دیگر نیز اتخاذ گردیده است. پروژه بزرگ تپی که از طریق ترکمنستان کارشان قریب تکمیل گردیده و آمادگی های لازم نیز در داخل کشور در این مورد اتخاذ گردیده است. بعد از افتتاح خط آهن عطامراد آقینه با ترکمنستان در سال گذشته، قرار است طی سفر رئیس جمهور ترکمنستان در ماه دلو سال روان خط آهن سرحدآباد ترغندی در داخل افغانستان به طول 13 کیلومتر افتتاح شود. افتتاح توسعه خط ریل خواف هرات با ایران توسط رئیس جمهور و همتای ایرانیشان در بهار سال آینده که ظرفیت انتقال 400 مسافر را در روز و 2 میلیون تن کالا را دارا خواهد بود صورت خواهد گرفت. مشارکت خصوصی و عامه مانند زون اقتصادی باریکاب که باعث ایجاد شغل برای هزاران تن به صورت مستقیم و غیر مستقیم گردیده است. اشتغال برای صلح که با ایجاد 2.6 میلیون روز کاری برای 0.5 میلیون خانواده در مناطق روستایی گردیده است. برنامه میثاق شهروندی در حال حاضر در 78 ولسوالی و 4 شهر بزرگ در 32 ولایت فعالیت داشته که تا حال 2400 معلم را در سراسر کشور اعزام نموده است. تدویر جلسه هیئت عالی رتبه سام در ماه میزان سال جاری که جامعه جهانی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی اظهار رضایت نموده و یک بار دیگر تجدید تعهدات خود را انجام دادند. حذف افغانستان از لیست کشورهایی که در مبارزه با پولشویی همکاری نمی نمایند و اشتراک کشور در سیستم بانکداری جهانی. بررسی صندوق وجیه بین المللی از ریفورم های مالی عامه کشور که چند هفته قبل صورت گرفت قناعت بخش ارزیابی گردیده است. عضویت افغانستان در انجمن بین المللی محاسبین کشورهای جنوب آسیا، عقد قرارداد دولت سازی با اتحادیه اروپایی که از اون طریق 100 میلیون دلار یک مرتبه و 100 میلیون یورو دیگه مستقیما در بودجه ما شامل ساخته خواهد شد. بهبود در شاخص شفافیت بودجه از طریق معرفی اصلاحات لازم به منظور بهبود در شفافیت بودجه و جلوگیری از فساد که در نتایج آن در ماه جنوری سال آینده به نشر خواهد رسید. امضای موافقت نامه قرارداد 500 مگاوات برق از ترکمنستان به پاکستان از طریق هرات و قندهار در ماه آینده. امضای موافقت نامه بین افغانستان و چین برای انتقال فایبر نوری از طریق دهلیز واخان و وصل سیستم فایبر نوری چین با اروپا از طریق افغانستان و بالاخره عضویت افغانستان در بانک زیربنایی آسیا که هیئت آن در ماه آینده انشاءالله به خاطر سرمایه گذاری در بخش زیربنایی در کابل سفر خواهند داشت.
د افغانستان د انکشاف او سولې په چوکات کې د زراعت او زیربنا سکتورونو ترڅنګ چې د افغانستان اصلي اقتصادي انکشافي سکتورونو څخه دي، د ولسي تړون یا میثاق شهروندي برنامه د ښځو اقتصادي تقویه او ښاري انکشاف پروګرامونه په نظر کې نیول سوی. حکومت په پلان کې لري چې د سولې او انکشاف پروګرامونه او راتلونکو څلورو کلونو کې له مؤثرو میکانیزمونو څخه په استفاده کې د ملي بودیجې تطبیق او د عامه او خصوصي مشارکت له لارې دا پروګرامونه تطبیق کړي. وکلای معزز ملت، حکومت در نظر دارد تا از طریق سرمایه گذاری های مؤثر و تقویت سکتور خصوصی که باعث انکشاف اقتصادی می گردد، عواید داخلی را افزایش دهد. سود سطح عواید داخلی در سال مالی 1397 به 169.5 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده که به تمویل بودجه عادی و قسمان به پروژه های انکشافی اختصاص داده شده است. مجموع بودجه ملی سال 1397 مجموعاً بالغ به 361.9 میلیارد افغانی که من جمله 267 میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ 93.7 میلیارد افغانی بودجه انکشافی که از آن جمله 38.5 میلیارد اختیاری و 55 میلیارد غیر اختیاری پیش بینی گردیده است. اولویت های حکومت در طرح بودجه سال مالی 1397 سکتورهای امنیت، معارف، زیربنا، زراعت و انکشاف دیات بوده که به ترتیب 40%، 13%، 11% و 9% بودجه را از مجموع بودجه ملی به خود اختصاص داده است. بخش اعظم بودجه انکشافی برای 4 سکتور زیربنا، زراعت، انکشاف دهات، صحت و توسعه اقتصادی مختص کردیده که بالترتیب 35.3 میلیارد، 31.9 میلیارد، 10.6 میلیارد و 5.3 میلیارد افغانی بودجه را از مجموع بودجه ملی احتوا می نماید. تعدادی از پروژه های بزرگ زیربنایی ملی همچون راه آهن آقینه و ترغندی، جاده تاریخی ابریشم، پروژه دهلیز لاجورد، انکشاف و استخراج منابع نفت و معادن، ساخت و تکمیل 21 بند آب در مقیاس متوسط و بزرگ در سراسر کشور، اعمار پارک های صنعتی در سراسر کشور، تطبیق پروژه های تهیه آب آشامیدنی، اعمار سرک های روستایی و تطبیق برنامه انکشاف مهارت ها که در بودجه ملی در نظر گرفته شده است، این وزارت مکلف است تا وجوه مالی و امکانات مالی را برای تمویل این پروژه ها غرض تطبیق آن به وجود آورد. انکشاف معارف، تحصیلات عالی و عرضه خدمات سینیز در اولویت های کاری حکومت قرار دارد. بنابراین در بودجه ملی 1397 حدودا 13 میلیارد افغانی بودجه انکشافی در بخش معارف، تحصیلات عالی، ورزش و صحت عامه در نظر گرفته شده است. با همین ترتیب در سال مالی 1397 به تعداد 38 پروژه بزرگ جدید در سکتورهای مختلف در بودجه ملی در نظر گرفته شده است. ضمن تقویت و انکشاف سکتور خصوصی نیز در صدر برنامه های کاری حکومت قرار دارد. بر علاوه ایجاد زیربناها، تأسیسات گمرکی و پارک های صنعتی که در ازدیاد عوایش نقش عمده خواهد داشت، حکومت متحد است تا روند صدور جواز را تسهیل بخشیده و سیستم اداره وزارتخانه ها و مراجع مربوط را برای عرضه خدمات فراهم ساخته تا سرمایه گذاری های خارجی جلب و برای سرمایه گذاری های داخلی ما شرایط مساعد فراهم گردد. از جانب دیگر کمک دونرها از طریق بودجه ملی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، طوری که تا اکنون حدود 60% کمک های خارجی مستقیم از طریق بودجه ملی ما تمویل گردیده و ما امیدواریم که این فیصدی در سالهای آینده افزایش یابد که یکی از تعهدات ما با جامعه جهانی امی است.
با وصف افزایش فیصدی مصرف بودجه در مقایسه با سال گذشته، مصرف مؤثر و بر وقت بودجه انکشافی نیز یکی از مشکلات عمده بوده که جذب بیشتر کمک‌ها از طریق بودجه ملی را متأثر ساخته است که دلایل عمده آن را خدمت شما احترامانه ارائه می‌دارم. عدم پلانگذاری دقیق از جانب ادارات، ظرفیت پایین ادارات در امور بودجوی و تدارکاتی، ظرفیت پایین مدیریت پروژه ها و نبود سیستم معلوماتی من حیث ابزار کنترل این پروژه ها، عدم مسئولیت پذیری و عدم تطبیق سیستم مکافات و مجازات، عدم انعطاف پذیری دونرها، علاوه موجودیت فساد و بعضاً مداخله زورمندان نیز مشکلات را ایجاد نموده است. با این همه بودجه پیشنهادی سال 1397 به اساس مصارف حقیقی و ظرفیت تطبیقی ادارات ترتیب گردیده تا از یک سو از راکت ماندن پول جلوگیری صورت گیرد و از جانب هم باعث انکشاف اقتصادی و بهبود روند عرضه خدمات گردد. وزارت مالیه جهت مرفوع ساختن همچون مشکلات در مصرف بودجه همکار بوده و با حمایت شما راه‌های حل بهتری را جستجو خواهد نمود. بنابراین مسوده بودجه ملی 1397 با توجه به امکانات مالی، برنامه‌های انکشافی افغانستان شمول، رشد اقتصادی، ظرفیت مصرف ادارات، چارچوب ملی صلح و انکشاف ملی کشور و تعهدات حکومت در قبال ملت نجیب افغانستان و جامعه جهانی به اساس اصل مشارکت و توازن تهیه گردیده است. از وکیل صاحبان ما معزز توقع داریم تا وزارت مالیه را در پیشبرد برنامه‌های زیربنایی اقتصادی افغانستان شمول، مصرف بودجه و تایید و تصویب بر وقت بودجه ملی حمایت نموده تا با کمک خداوند لایزال در عین زمان در سال آینده شاهد وضعیت بهتر اقتصادی کشور و دستاوردهای بیشتر باشیم. وزارت مالیه بعد از دریافت مشوره های اعضای محترم مشران و جرگه در قسمت بهبود امور والی و تصویب بودجه ملی 1397 اقدامات مشخص و مؤثری را به منظور مرفوع ساختن چالش های یاد شده روی دست دارد که خلاصه آن را قسمن و احتراماً به شما ارائه می دارم. در بررسی وزارت مالیه بعد از دریافت مشوره اعضای محترم مشران و جرگه در قسمت بهبود امور مالی و توسعه تصویب بودجه ملی 1397 اقدامات مشخص و مؤثر را به منظور مرفوع ساختن چالش های یاد شده روی دست دارد که خلاصه آن را احتراماً قسمن برای وکلای معزز ارائه می دارم. در بررسی وسط سال 1397 یعنی سال آینده، مصرف ادارات در 5 ماه اول سال جاری جدا مرور و بررسی گردیده، در نتیجه بودجه آن اداراتی که میزان مصرف بودجه اختیاری و غیر اختیاریشان پایین باشد و اداراتی که توانایی مصرف آن را داشته باشد تعدیل خواهد گردید. جلسات مؤثر و پیهم با دونرها تدویر می‌یابد تا از راکت ماندن وجوه جلوگیری صورت گیرد و مبالغ راکت از پروژه هایی که تطبیق آن غیر عملی به نظر می رسد و طی سالهای متمادی عملی نشدند مطابق اولویت های حکومت و مصرف آن به پروژه های عملی دیگر تعدیل خواهد گردید. در نتیجه اقدامات فوق و حمایت شما وکلای معزز، پول کافی جهت تمویل پروژه‌های بزرگ ملی در پرتو چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در دسترس قرار خواهد گرفت که منتج به تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد گردید. معزز و وکیل صاحبانو، په دې توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د آینده مالی کال ملي بودیجه مسوده چې د هیواد اقتصادي دیدګاه انکشافي پروګرامونه او د حکومت د راتلونکي څلورو کلونو مصارفاتي پلانونه احتوا کوي، د ولسي جرګې قدرمن رئیس صاحب او ټولو وکیل صاحبانو ته وړاندې کیږي.
امید لرو سو دا سند ستاسو لارزیابی او تایید ورسته پا مشخص او مناسب وقت دی ولسی جرگی عمومی مجلس تا وراندیسی تر سو وکولیسو اخپل ملت تا دی خدمت وسیله وگرزو او دی او عادی افغان پجوان که مثبت بدلونون شاهدانو. نور ستاس وقت ننیسم، البته زمون تخنیکی همکاران چه طول دل تراسره دای ستاسو پا خدمت کیوی ترسو دی مساوده پاکل استاسو سوالونه او پیشنهادونه تا زواب وایی او لمربوطه کمیسونو سره پا جلساتو که اشتراک وکری. لتوجه سخه یا دنیا مننه و من الله توفیق.